دوستان ارجمندی فیسبوکی چند روز پیش بسیار تصادف از جریان یک جلسه کاری هفتواری SSR از همه گزته دوست داشته گزته مردمی SSR که گزته دوست داشته مردم به حساب می رود از جریان وقتی که فیلم برداری کردیم و به طریق مستقیم برای دوستا پیشنهاد کردیم خیلی اون نوار واکنش ها از جانبی خصوصا برادران افغانستانی ما خواهرای افغانستانی ما تاجیکان افغانستانی که در مجموع که خیلی برداشت خوب کردن و امروز مهمان ویژه ما که از هلند گلچهره جان گلچهره یفتلی رئیس انجمن همیاری زنان در هلند که یکی از خیلی شخصیت های معروف و برومند و پرکار هستند و چند روز است که مهمانی ما هستن خوش آمدید گلچهره جان زیاد خواستن که از استاد سیاف میزروب دیدن بکنن و خیلی طولانی است که ما نشستیم صحبت کردیم اما همین حالا که استاد سیاف یک شعر در راجع به موضوع وضع کنونی افغانستان از استاد آذر سلیم وقتی که قرائت میکردن ما همگی نیرو میگرفتیم از این شعر قوه میگرفتیم و یک امید در دل همون روشن میشد و حالا بسیار بسیار با خواهش گلچهره جان از استاد سیاف میزروب خواهش میکنیم که او شعر به سمع ما و شما برسانم بگذارین شعر یک چی میگن برای ما و شما برای جمع کلی مردمانی که این شب روز همگی انتظارند که یک نور از پشت تاریکی فرا میرسد بگذارنم این گونه یک امید باشد شعر از استاد آذر سلیم رئیس اتفاق نویسندگان خطلان تاجیکستان تا اونجایی که تاجیکان همزبانان من هموطنان من در افغانستان اطلاع دارند مردم کلاب خطلان زمین آمادن که سلاح به دست بگیرن و پشتیبانی شما بیان ما شما را هیچ وقت تنها نمیگذاریم و این شعر که رئیس اتفاق نویسندگان ادیبانی رئیس اتحاد ادیبانی خطلان نوشته است بار دیگر اثبات میکند که ما تاجیکان این سوی آمو با شما هستیم استاد آذر سلیم میگوید که درباره طالبان میگوید آمدند اما چی آوردند این بیمارها جز همین آزارها ترارها کشتارها بگمان از نسل زحاکند و چون آبای خش شانه هاشان مارها دارد زیبند دارها بردر و دیوار بین ویسید ما آزاده ایم در لغت آمده است که معنی تاجیک آریایی ایرانی تاجیک این آزاده هست فردوسی هم ما را آزاده میگهد بردر و دیوار بینویسید ما آزاده ایم تا ببارد پرتوی آزاده از دیوارها نامه خود را به دستی خود رقم باید زدن دیگر بغنی و دنی و دیگر پشتون و مشتون ما باید دیگر اعتماد نکنیم شما تاجیک هستید دولت تاجیکی را اکنون بسازید نه امریکا، نه روسیه، نه پاکستان هیچ کس با شما نیست وقتی که شما با خود نیستید نامه خود را به دست خود رقم باید زدن ناید از ملای گردون جز همان تکرارها آفتاب آخر برون می آید از پشت سحاب سیله خفاش خواهد رفت زوی غارها اینها به غارهای وزیرستان می روند دفن می شوند طالبان را از چی نگذارند سوی پنجشیر شیرها را خوش نمی آید از این کفتارها به به اینها بر می گردند می روند دفن می شوند درود به استاد آذر سلیم نامه دولتداری خود را تاجیکان افغانستان دویم بار و دام هیچ کس داده نشد با دست خود رقم زنید اطراف خود متحد شوید امروز ساعت رسیده است که از تاجیکیت حفظ کنید
پس از دیگر گفتنی تمام قوم های افغان و دیگر هیچ کس در فکر شما نیست. شما اکثریت کلی تاجیک افغانستان هستید، ساکنان افغانستان هستید. خیلی زیاد برادرای افغانستانی روی خط هستند و همگی به شما درود میفرستند استاد. طالبان را از چی نگذارند سوی پنشهر، شهرها را خوش نمی آید از این کفتارها. خیلی عالی، خیلی عالی، تشکر به نهایت. گلچهره جان بسیار خوش آمدی به چی میگن مکان علم و معرفت و شرق بینای شرق آزاد با حضوری استاد ارجمند ما سیاف میزراب که دیگر فردا با استاد ما قلبن سپاسگزاری میکنم از احساس همتوارانم و از همجاتام همزبانای عزیزم که موزیگیری در وقت بسیار اساس موزیگیری کردن و همگی میدانه که مردم افغانستان در یک بیکسی و بیکویی مخصوصا ما تاجیکایی که فروخته شده شدیم جهان ما را تنها گذاشتن یگانه همسایه‌ای که همیشه پشتیبانی و پدر معنوی بر ما جناب عالی بودند موضع‌گیریشان قلباً به نمایندگی تمام مردم هزاره افغانستان سپاسگزاری میکنم. فردا انشالله مفصل با کنفرانسی مطبوعاتی که استاد سیاف مزراب داشتن صحبت های مفصل در این باره همراه تمام بینندگان عزیز ما که چه از صفحه مجازی هستند حتما می داشته باشیم و در این باره موضع گیری دولت تاجیکستان بیشتر از استاد عزیز می پرسیم. واقعا اگر عملا نیستند داخل افغانستان از ما پشتیبانی کنند، اینمی پشتیبانی معنویشان موضع گیری تمام تاجیک های ای پره دریا از خود دولتمندان تاجیکستان یک نیرو یک قدرت بر ما دوباره دادن. هستن کسانی که اگر دنیا ما را فراموش کرده همین تاجیکستانی عزیز ما که خودشان با وجودی میدانم که در یک حالتی هستن که در چهار اطراف تاجیکستان که بیش از هزارها کیلومتر مرز داریم توریستا جابجا شدن بازم اینا ما را هنرجی میتن رو میتن از ما حمایت میکنن. درود به شما، درود به همه همتوانان و همتواران باشید. گلچهره جان شعاری روزنامه گازته مردمی SSSR میدونی چی است؟ استاد چی است؟ ستون بر بام ملت قامت ماست و میدونی چرا؟ ما میتوانیم. بله انشالله ما هم تاجیکو در همجایگی در همبستگی خدا خواسته باشد و استقبال نور یک روز میریم. خیلی بزودی من خدمتتون عرض کنم بچه‌ها بانو خوش آمدید بر ردکسیه ما در جبهه احمد شای مسعود شخصا ما بوده به حیث خبرنگار بودیم اما اونجا بودن تاجیکانی که اونها با اونها احمد شای مسعود باور داشت متکای احمد شای مسعود بودن و امروز ما در سیمای احمد مسعود احمد شای مسعود رو میبینیم و مبادا احمد مسعود خواسته ها و باورهای ما رو برآورده نکنند. امروز ساعت رسیده است که تمام تاجیکان احمد مسعود را همچون احمد شاه مسعود یک سایه او در زمین یک خلیفه او میشناسند و من باور دارم که احمد مسعود هیچ وقت ملت تاجیکی ساکن افغانستان را تنی تنها نمیگذارد. امیدوار هستم که این میراث مسعود شهید دومو مبارزه بر حق پدرش که امروز در دره پنشیر یگانه مرد جوانی که در تمام افغانستان استاده شده و بعضی غلام بچه ها باز پناه بردن و دره پنشیر هیره باز به مو حالتی که ما را درون باره فروختن همین نقطه ای که امیدواری و مردم افغانستان یک امیدواری پیدا شده همین امید هم از ما نگیرن. فقط سیاسیونی که ما را همیشه فروختن دوباره همین جوانی که همت کرده همین امیدم از دوست رسته مردم افغانستان من یکی تاکید میکنم با مردم با تاجیک افغانستان که احتیاط کنید احمد مسعود احتیاط کنید اون خطایی که در نسبت احمد شاهی مسعود خدا رحمتی ما راه دادیم در حق این راه ندهید چون گوهرک چشم احتیاط کنید احمد مسعود چون گوهرک چشم احتیاط ما رمیشه از آستین خودی ما بودن بله شاعر ما میگه که خلق به فرزند عالمگیر عالمگیر نیست باز زاید مادر تاجیک فرزند دیگر
ببینید احمدشاه مسعود رفت، احمد مسعود آمد. بر جای هر یک رفته ما صدها هزاران تاجیک می آید. هر تاجیکی که می آید این تاجیکانی هستند که عالمگیر هستند. برای چی تمام ملت ها از ما می ترسند؟ برای اون که ما کفتار نیستیم، ما شریم. تاجیکان را از قدیم گویند خلق تاجدار، تاجیک هم نامی بلندی تاجداران بس بود. تشکری به نهایت و درودهای یک و یکی برادر و دوستو را حتما من به شما میرسانم. بعد از جنبستی چی لایف رفتن من، یعنی که پخش مستقیم، گرچه صحبت های شخصی بود، گرچه ما صحبت های شخصی و دوستانه با استاد داشتیم، شاعر جان شما زنده گرفتیم. صحبت های شما وقتی که به من قدر نیرو میتا، من فکر میکنم به تک تک تاجیکان و تاجیکستانیان و تاجیکان افغانستان، تاجیکان اون طرف مرزم، انا میگونم و خواستم برای همه نیرو باشه. تشکری به نهایت.